ای خدای بزرگ، هر کارت یه حکمتی داره. قربونت برم، تو یه راهی نشونم بده من چجوری از پس همش بر بیام، واسه کدوم یکی ناراحت باشم، کدومش رو زودتر حل کنم. داداش این جریان فکرت چیه؟ پسر اگه نوبت به فکرت میرسه، طاهر میاد مراد میره، مراد میاد طاهر میره. جونم آسیه. ثانیه خانوم اومد خونه. خب خوش اومده. صفا آورده واسه این زنگ زدی؟ پیش طاهر بوده میدونی؟ چی؟ پیش طاهر بوده؟ اون از کجا میدونه طاهر کجاست؟ چی گفت؟ چیزی نگفت؟ نه چیزی نگفت. باشه خداحافظ، قربونت برم، خدای خودت کمکم کن. داداش چی شده؟ چی شده دیگه؟ بیاین سوار چین، همش چی شده چی شده؟ زود باشی، حداقل میگفتی داری کجا میری. کجاست؟ رفته خونش؟ نه داداش فکرت، اینجاست تو آشپزخونه. آشپزخونه؟ بله داداش. خیر باشه. هنوز زنده ای؟ فکر می کردم که طاهر وقتی قاتل مامان و باباشو رو به روش ببینه تیر بارونش می کنه، ولی مثل این که فقط گیر داده به من. راستش آدم عجیبیه. واسه من شیره. برات حلوا درست می کردم، فکر کردم می میری، وظیفه یه فرزنده دیگه. واسه اولین بار خوب شده، امتحان کن. دلغک بازی بسته. واسه چند تا خونه بفرستیم؟ 7 تا بود یا 40 تا؟ من زیاد از این چیزا سر در نمیارم بابا جون. میشه از حاج آقا عثمان بپرسی؟ میونت که باهاش خوبه. خب حالا که نمردی، پس قرارتون خوب پیش رفته. آره. چقدر عجیبه که من و طاهر با هم یه نقطه مشترک داریم. منظورم قضیه مادر پدر و این است. هر دومون اصلا معلوم نیست که مامان و بابامون کیه. درست نمیگم؟ تو هیچ نقطه مشترکی با اون نداری. الان باید ناراحت بشم؟ وای، الان حس اون بچه ای رو دارم که هر کاری هم بکنه بازم باباش ازش راضی نیست. چرا به نظرت؟ اظهارات دادی یا نه؟ تو ازم خواستی؟ منم رفتم بابا جون، به حرفت گوش کردم، از مغز فندقیم استفاده کردم، گفتم طاهر به هم شلیک نکرده، کار کارمندان بود چون اخراجش کرده بودم. خوبه، شاید واسه اولین باره که یه کار خوب انجام دادی، باید به خودت افتخار کنی. واسه درست کردن حلوا بیشتر به خودم افتخار میکنم. خب چی کار میخوای بکنی؟ حتما یه فکرایی تو سرت داری. چی کار کنم؟ از اینجا میرم. همینجوری میخوای بری؟ وداد، باید یادآوری کنم که بهت اصلا باور ندارم. هر کاری میکنم راضی نمیشی، ولی خیلی خوب میشه واسه یه بارم که شده به هم باور داشته باشی. من از اینجا میرم، تو چه باور کنی؟ چه باور نکنی. پس کی میری و کجا؟ یه جای دور، یه جای خیلی دور، زودترین وقت ممکن، نهایتش 1 یا 2 روز دیگه میرم. این حلوا باید یه خورده سرد بشه. اینطور نوشته به نظرم،
تو هم باید یکم استراحت کنی. بازم به یکی از گناهای بزرگت اعتراف کردی. باید راحت شده باشی. شاید بخوای یه خورده بخوابی. خواب خوبی داشته باشی بابای عزیزم. داداش مژدگونی میخوام. خیر باشه. معز رضای خدا یه خبر خوب بهم بده. خیلی. یه خبر توپ دارم برات. یعنی میگه از اینجا نریم؟ خب ما دیگه دلیلی واسه فرار نداریم. اینطور نیست؟ خوبه. اگه راست باشه آره. اما اون یارو چرا همچین کاری کرده؟ طاهر حتما کم آورده. چه اهمیتی داره مگه؟ چیزی که الان مهمه؟ اینه که برادرات، زن داداشت و برادرزادهات منتظرتن. رفتن به اون خونه انقدر راحت نیست. میترسم نتونم خودمو کنترل کنم. طاهر، میدونم برات خیلی سخته. خب دلخوری، عصبانی، اما از مامان دلخور نباش. یعنی آدم نباید تا آخر عمرش توانه یه اشتباهو تو زندگیش پس بده. میدونم ثانیه خانم یه خورده بد اخلاقه، لجبازه، اما هرچی نباشه اونم مادره. همه چی خیلی خوب میشه، خیلی خوب میشه. مجبور نیست انقدر با درک باشی. آدم چیزی رو که از طرف مقابل انتظار داره انجام میده. یعنی اگه محبت میخوای باید محبت کنی. اگه میخوای بهت احترام بذارن باید به طرف مقابلت هم احترام بذاری. خدا طاهرم داره میاد. چی پسرم دلاورم داره میاد. چی داری میگه مصطفی؟ راست میگی؟ آره راست میگه. آه مصطفی درست حسابی تعریف کنی. چی رو درست تعریف کنم؟ دارن میان دیگه تو راه. واقعا آره. تو راه نفسم میاد. آره نفسم میاد. یادم گفت ماشینو بردار بریم تو. بریم مصطفی، بریم تدارک ببینیم. الان میرسه. داشم داره میاد. داشم داره میاد. تعریف کن ببینم. بدات اشاراتشو تغییر داده. کی بدا؟ واقعا؟ آره. آفتاب از کدوم ور در اومدی؟ چه اهمیتی داره از هر طرفی در اومده باشه؟ من چی کار به این دارم؟ برادرم داره میاد. خدایا هزار بار شکرت. یالا به جنبی. باشه باشه. کجا قسما؟ تو رو خدا آرومتر برو. زود باش دیگه دختر، مجاله کن. ناسلامتی جوون نیتو. خیلی خوب بچه، اول میریم خونه، بعدش هم تو رو میبریم پیش دادستان. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب هر جوری شده یه مجرم رو دستگیر کردی. به تبریک میگم جناب کمیسر. من دیگه کمیسر نیستم. تو این دو روز سر کمیسر شدی خبر نداریم؟ خیلی بهت میاد. خب شازده طاهر، گذر پوست بالاخره به دباغ افتاد. دادشت اینا خیلی خوشحال میشن. هم دوره ای تو از چیزی خبر داری؟ از چی؟ داستان عمومینا. این قضیه دیگه مهم نیست مگه نه نفس؟ البته همینطوره، هیچ اهمیتی نداره. اوی نفس جون، آبجی جون، عزیز دلم، اوی خوش اومدی عزیزم. چیت شده؟
خوردم زمین آبجی. خدا رو شکر نفس، خدا رو شکر برگشتی. ای جان نوه خدا، نوه خوشتیب به خودم، بیا بفرم. داداش خوش اومدی. کجا بودی تو؟ دادم برای تنگ شده بود. خوش اومدی دادم. شیر پسرم، داداشای خدا، عزیزی دلی، خوش اومدی. دادم برای تو تنگ شده بود. دخترم، دختر قشنگم، خوش اومدی آبجی. ممنون زنده داشت. خیلی خوش اومدی. حالت خوبه؟ خوش اومدی پسرم. خیلی ممنون بابا عثمان. یه جور زنده داشت. وای چقدر نوام بزرگ شده، میبینین؟ آره قدش بلند شده مگه. بیا بخلم و ببینم. آفرین، بیا بخلم. ماشالله ماشالله، هزار ماشالله. خب دیگه بریم تو. بریم تو. بفرمایید. بریم تو. بفرمایید. بیاین بچه ها، بیاین. بیاین دیگه، زود باشین. بیاین. بابام کجاست؟ رفت. بیچاره مثل مرده متحرک شده. اونم بی خودی لج کرده مامان. اتفاقیه که افتاده. با گفتن این حرفا چیزی درست نمیشه دیگه. خب چی میشه پس؟ به قهر کردن ادامه میده؟ نمیدونم. منتظرم از خر شیطون بیاد پایین. به این راحتی ها نیست. نظره؟ آره. بله نظر. آبجی، نفس، طاهر، ایگیت برگشتن. چی میگه؟ جدی میگی؟ الان تو خونه. چطوری شد مگه؟ طاهر تحت تعقیب نبود؟ وداد شکایتشو پس گرفته. منم دقیق نمیدونم ولی اینجوریه دیگه. آه خدایا شکرت. چی میگه دختر جون؟ خیلی خوشحال شدم. خب دیگه من باید قطع کنم. باشه باشه باشه، سلام برسون. دختر به کی سلام برسونی؟ مامان یه لحظه صبر کن، اصلا نذاشتی حرف بزنم. خب بگو دیگه چی شده؟ نفس، طاهر، ایگیت برگشتن الان خونن. چی؟ نفس برگشته؟ مگه طاهر به خاطر اون عوضی تحت تعقیب نبود؟ الان که اون مردی که اظهاراتشو عوض کرده، هیچ جرمی دیگه در کار نیست. احتمالاً دادستانم تبرئه‌اش میکنه یا اینکه شاید بدون بازداشت دادگاهی بشه. خدا رو شکر، خدا رو شکر. البته خدا رو شکر. میگم که قربون خدا برم، هر کاریش یه حکمتی داره. یعنی ببین واسه این که یه فقیری رو خوشحال کنه، اول خرش رو گام میکنه، بعدش اینجوری کمکش میکنه. مصطفی یکم مراحت کن، میخوای یه چیزی خوب بگی بدترش میکنی. نمیدونم شما چی کار کردین، ولی منم تو نبود تو همش با داشات سر و کله زدم، مخصوصا با این داشت مراد. ببین نظر رو فراری داده. جدی میگی؟ آره؟ آره راست میگه. داداش جمیلم خیلی جدی بود. نمیدونی داداش جمیل چه وضعی داشت، چیه که نشد. صبر کنین ای بابا، صبر کنین. من هنوز نپرسیدم چی کار کردن، کجا موندن، چی خوردن، نخوردن. خب فوراً نمیشه. آره داداش اینجوری شد. خب آدم واسه عشقش هر کاری میکنه مگه نه؟ نظر خودت چیه نظر؟ چی بگم داداش؟ خب اون چی میتونه بگه؟ کاملا مشخصه که از خودشه. اول به عنوان جاریم اصلا نمیخواستمش، ولی بعدن کم کم دلمو به دست آورد دیگه. آره اما خب جاری اولم برگشت، خیلی خوبه. فاتح به خدا، به قرآن قسم میزنم میکشمت، مجازاتشم به جون میخرم. نظر براک شما برید چایی بیارید، بعدن حرف میزنیم. حرف میزنیم.
آبجی محمد رن چطوره؟ خوابوندمش. برم بیارمش. برم بیارم. نه. ما میریم. بریم بالا. ما هم باید بریم. نباید خیلی دیرمون بشه. میریم. عجله ای نیست. داداش. ها. مامانم کجاست؟ جانی جون بیا ما بریم. یالا. مامان تو اتاقشه دیگه. بیا اینجا قربونت برم. دلت واسه عمو تنگ نشده بود؟ بگو ببینم ها. فسقلی بروجک عمو، تعریف کن ببینم چی کارا کردی. چرا حرف نمیزنی ها؟ بگو ببینم. ببین بازم با همین. هرچی شد بازم با همین. خدا رو شکر. نمیگم چرا این کارو کردی، نمیگم چطور تونستی این کارو بکنی، نمیگم چرا مخفی کردی. من هیچی بهت نمیگم. فکر میکنی تعجب نکردم؟ فکر میکنی اصلا دلم نشکست؟ فکر میکنی وقتی فهمیدم همه چیزایی که داشتم دروغ بوده داغون نشدم؟ پسرم گوش کن، حرفایی رو که شنیدم انگار که با یه پتک زدن تو سرم، میفهمی؟ هر کلمه، با هر کلمه از اون حرفا از درون شکستم، اما چیزی نگفتم. میگفتم چی میشد؟ خدا ازت راضی باشه، منو بزرگ کردی. دردم این نیست، چیزی نیست که فراموشش کنم. موضوع چیز دیگه ایه. تو از اولین روزی که نفس اومده اینجا همش اینو تکرار کردی. گفتی زن مطلقه با بچه، گفتی با خودش درد سر آورده، خونمونو خراب میکنه، اتحادمونو خراب میکنه. آخه کدوم اتحاد؟ چه با هم بودنی؟ کسی که بهت پناه آورده رو انداختی بیرون، از موهاش گرفتی پرتش کردی. زنی که حاضر بود تو رو مادر صدا کنه، حاضر بود همیشه دست تو ببوسه. بیشتر از وداد سعی کردم از تو محافظتش کنم. مامان تو مغلوب نفست شدی، باعث مرگ دوتا آدم معصوم و بیگناه شدی. فکرت به خاطر عشقی که متعلق به اون نبود جون دوتا آدم بیگناه رو گرفت، مگه نه؟ وقتی درس ادب و اخلاق میدادی چقدر خوب صداتو بلند میکردی. الان سرت پایینه؟ چرا صدات در نمیاد؟ من اونا رو نکشتم. من نمیخواستم که بمیرن. من نمیخواستم که بمیرن. اون فکرت. آره فکرت خیلی عجیبه. طرف اومد مقابلم، گفت سال هاست که عذاب وجدان دارم، گفت منو بکش. باور کردم، پشیمونیشو باور کردم، اما یه قطره از اون اشکایی که از چشمات جاری شد و باور نکردم. باور نمی کنم. سکینه مامانم بود. داره فکرت سکینه رو کشت.
من به تو میگفتم مادر، اما تو مامانمو کشتی. میگذره، خودتون راحت نکن. باشه؟ چجوری بگم آبجی؟ خیلی سخت گذشت، الان سخت‌ترم شد، ولی ما بدتر از اینا رو پشت سر گذاشتیم. میگی اینو نمیتونیم؟ الان طاهرینا میرن اظهارات میدن، دوباره برمیگردن پیش ما، ایرانو با هم بزرگ میکنیم، بعدش هم شاید خواهر برادر روشن بیان. ببین همه چی خیلی قشنگ میشه. باشه، من باور دارم. آبجی خودم، بیا بیا، 5 دقیقه زنشو گرفتم دیوونشو. ما دیگه میریم. حالت خوبه؟ خوب باش. باشه همدوره ای. الو. باشه اومدم. خیلی خوب، شما برین به کاراتون برسین، ما هم میریم به تازه عروسی کمکی بکنیم. بعدش هم که تو مینیبوس میموندیم. پسر چه مینیبوسی؟ مینیبوس سورمنه. یه لحظه ساکت شو، داره تعریف میکنه. نکو. پس تو مینیبوس میموندین؟ آره. تو از اونجا نمی ترسیدی؟ چرا ترسیدم، ولی یکم بعدش مامانم مریض شد، ظرف شستم براش سوپ آوردم. ای جان نوی خوشگلم، قربون تو برم من. ای بابا، میبینی بیخ گوشمون بودن ها. خوبه بریم دیگه. آره همین الانم دیر شده، این مسئله تمومشه بریم. طاهر داداش زود برگرد خونه. نگران نباش داداش. من قربون اون داداش گفتنت برم. خب ایگه جون، تعریف کن ببینم چی شد. برای مامانت وقتی سوپ بردی؟ ای بابا، ای یانگازا، ببین یه بچه چه کارایی که نکرد. ولی شماها که باید بذاری جلوشون بخورن، در طویله رو ببندی که بخوابن، اینجوری هم دیگه. داداش. داداش چی؟ میگم چرا همش گیر میدی به ما؟ اینجا دختران نشستن. آره چرا به شما گیر دادم؟ بگذاریم، بی خودی دهن منو جلوی بچه باز نکنین. خوابی گیتم، تعریف کن. از صندوق گنجینه هم در نوشابه و نخ بادبادک و یه جایی گذاشتم که بابام بتونه پیداش کنه. این چی گفت؟ مثل هانسل و گریتل. گفتی کی؟ آها، هانسل و گریتل، همون دوتا بچه آلمانی که تیکای نون و این بر اون بر به جا میذاشتن. بچه های آلمانی؟ پسر شما توریست های آلمانی دیدین؟ ترابزون بازیکن جدید آورده، من خبر ندارم. نه آخرین بازیکن روداگاگا بود. پس این بچه چی میگه؟ این یه داستانه. ای بابا، ما هم دیگه مثل داستان داریم گوش میکنیم دیگه. من میگم سرمربی ترابزون چه بازیکن آورده، نه او که داستان بوده. تو داری به من میخندی؟ چقدر خوشگلی، ماشالله به تو. انشاءالله قسمت تو هم بشه جاری جون. تا الان هیچی بهتون نگفتم، ولی بس دیگه. ایران یه خواهر برادری میخواد واسه ایگیت. باله، یه خواهر برادری بیاری. خب مگه بده؟ اینجوری بدو بدو تو حیات بازی میکنن، ما هم دنبالشون میدوییم. خیلی خوبه مگه نه؟ خیلی قشنگه. آره منم همینو میگم دیگه، قشنگ میشی. نفس یه خورده با هم حرف بزنی. انشاءالله که خیره.
همینجا قسم میخورم شما نمیتونین کارایی که این بچه انجام داده رو هرگز انجام بدین. مصطفی اینقدر گیر نده به بچه ها دیگه. نه، تا به ما گیر نده کاراش درست پیش نمیره. مراد یه لحظه میای. اومدم عزیزم، اومدم. فاتح تو هم برو، هر چه زودتر دنده گاو میش بخر. اگه بود فیلم بخر. باشه، یادت نره. فهمیدی چی گفتم بابا؟ چطور کباب درست کنیم ها؟ من که یه خورده تو بازار کار دارم، بعدشم میرم مسجد دیگه. باشه بابا، اشکالی نداره. فاتح میاد دنبال، چیزی نیست که. فاتح ها؟ بابا رو کجا میبری ها؟ کجا ببرمش داداش؟ ببین همینقدر میگم فاتح، چیز دیگه ای نمیگم دیگه، خودت بقیهشو بفهم. فهمیدی؟ نه نفهمیدم داداش. یالا فاتح زود باش با بابا برو. پاشو دیگه، یالا پاشو بریم. بریم به سلامت. خداحافظ بابا جون. به جون، به خاطر تو دیر به مسجد میرسه. زود باش. همه چیو شنیدی و میدونی مگه نه؟ طاهر دیوونه و سکینه. میدونم ثانیه خانم. هر چی شنیدی و میدونی همش واقعیته. جوون بودم، خیلی جوون بودم. اون موقع ها جاهل بودم. جوونی آدمو تو درد سر میندازه. بیشتر از همه خود آدم تو درد سر میفته. طاهرم به هم گفت که تو به مظلومی که به خونت پناه آورده بود پشت کردی. نه پشت نکردم. دیدم یه بچه دم دره. گذاشته بودنش دم در. یه نامه هم رو سینش بود. بهش پشت نکردم. تو آغوشم گرفتمش. پشت نکردم. ثانیه خانم، من درکتون میکنم. میتونستین طاهر رو ول کنید، میتونستین بهش پشت کنید، واسه توجیه گناهانتون میتونستین این کارو بکنید، اما این کارو نکردین. این کارو نکردم. نمیتونم. میتونین منو به هر گناهی متهم کنید، اما من هیچ وقت کسی که به هم پناه آورده رو رد نکردم. جریان تو فرق میکنه. خوب شد که این کارو نکردین. شما زندگی طاهر رو نجات دادین، طاهر هم زندگی منو نجات داد. واسه این خیلی ازتون ممنونم. داری ازم تشکر میکنی؟ چون کار درست رو انجام دادین. من بدی کردم، بد و بیراه گفتم. باید سرزنشتون کنم؟ باید بگم موهامو کشیدین؟ چندین بار منو از خونه انداختین بیرون؟ ثانیه خانم، من واقعا شما رو درک میکنم. شما آدرس سکینه رو به باباش دادین، چون طاهر دیوونه رو دوست داشتین این کارو کردین. بعدش هم نتونستین به طاهر بگین، چون شما رو مقصر ندونه. شاید اینا با هم فرق دارن، اما منم جای طاهر رو به پلیس گزارش دادم، چون طاهر رو دوست دارم این کارو کردم. منم نتونستم به ایگیت بگم، ترسیدم منو مقصر بدونه. اینطور نیست؟ تو ازم دلخوری، عصبانی هستی، حقم داری. ثانیه خانم، من فقط سعی میکنم که درکتون کنم. قضاوت دیگران با سرزنش کردن خیلی راحته، ولی من خودمو نمیبازم. کاش شما یه خورده سعی کنید مقابله کنید. طاهر دیوونه سکینه رو خیلی دوست داشت، همین جور که طاهر ما عاشق تو شده. سکینه هم یه خاطر خواه داشت. همین فکرت مثل وداد که بلای جون توه. خیلی سعی کردم، گفتم اسمشو طاهر نذاری، سرنوشتش مثل باباش نشه. خودمو به در و دیوار زدم. کارایی کردم، حرفایی زدم. همین ترسمه.
من یه خورده بخوابم باشه. با اجازت. مردم از فضولی. چی گفت؟ یه خورده حرف زدیم. متاسف بود؟ به نظرم. خب سعی کرد به هم توضیح بده. اون سعی کرد توضیح بده، منم سعی کردم درک کنم. اوه خیلی خوب شد یه خوردم آدم بشه. آبجی اینجوری نگو. ببین بابا عثمان یه بار گفت خدا با چیزایی که بعدت میاد امتحانت میکنه. اوه من این همه سال دخترش بودم اینقدر یاد نگرفتم به خدا. آسیه ای وای، این آسیه گفتنهای اینم اصلا تمومی نداره. آچیه آسیه، آی اومدم اومدم. ای بابا بقیه کجان؟ همه قیبشون زدیم. فاتح و بابام که کار داشتن رفتن. نظر و مرادم آراستی شب کباب درست میکنی. کارو زندگی شده شکمش، فقط بخوره و بلنبونه. نظر و مرادم رفتن. اوه از روز اول نمیتونه از زیر کار در بره. ها نظر چیه جاری جون؟ آبجی اینجوری نگو، بذار بگردن. سورپرایز ایگیت. بله مامان ایگیت اومده. جدی میگی؟ ایگیت اومده؟ من ندیدمش. بله منم اومدم. مامانم گفت رفتین روسیه. نقشه رو دیدم، خیلی دورتر از اینجاست. خیلی درس خوندم که تو تعطیلات بتونم بیام پیشتون. عزیز دلم. به خدا بچه ها شادی و نشاط خونن. هرچی بچه بیشتر آرامش بیشتر. آره نظر منم همینه. تو چرا خوشحال میشی مصطفی؟ با تو نبودم چرا هر چیزی رو به خودت میگیری؟ در ضمن این چه وضعشه؟ تو خونه نشستی کارو زندگی نداری؟ منتظر طاهرم. چیه مگه؟ ای بابا برو بیرون منتظر باش. چرا؟ هوا خوبه. پناه بر خدا از خونه هم بیرونمون میکنی. یالا 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 ببینم بچه ها. یالا شما هم برین بالا، برین با هم بازی کنین. دلتون برای هم تنگ شده، برین ببینم قربون اون قیافتون بره. آبجی همه رو که بیرون کردی. بیا بشین با هم حرف بزنی. بیا بشین بشین. گوش کن چی میگم. حالا که شمشیر ثانیه خانم از دستش افتاده، اون وقت؟ اون وقت چی؟ اون وقت باید دست به دست هم بدیم تا این خونه رو تصاحب کنی. یه ماجراجویی جدید. نه تو رو خدا آبجی، ماجراجویی شروع نشه، یه چیز دیگه شروع بشه. خیلی خوب باشه، پس هرچی تو بگی. خدای قربونت برم یکم خوشحالمون کن. چی شد؟ حبس ابد. یعنی چی؟ حبس ابد دیگه. پس اظهارات وداد چی؟ علی مگه رفتیم دادگاه که حبس ابد ببرن؟ اصلا گیریم حبس ابد براش بریدن، پس ما الان اینجا چی کار میکنیم؟ از دست تو. خیلی شوخی بامزه‌ای بود. یعنی تو اصلا باور نکردی؟ آفرین به شما، حال کردین مگه نه؟ حال میکنین با این شوخیاتون؟ علی باشه رفیق، کشش نده. من کشش میدم؟ ای بابا باشه، اصلا هر کاری که دوست دارین بکنین. سیا سیا واقعا نه؟ آره دیوونه شد. مطمئنی میخوای باشه ازدواج کنی؟ دیگه این قسمت همه، باید تحملش کنم. خب اگه خوشمزگیتون تموم شده میشه بگی چی شد؟ دادستان تبرئه‌اش کرد دیگه، تموم شد. به کلی تموم شد؟ اینطور به نظر میرسه. با اسما دارم حرف میزنم. نه بابا. آره علی آقا تموم شد. حالا شد؟ با
وسط خیابون همش داری صدا تو بلند میکنی، اونم به خاطر یه شوخی کوچیک. اسما، 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 زن زلیل پسر، همه اینو تقصیر تویا. اسما صبر کن. نمیشه، اون همه زحمت کشیدم به هیچ دردی نخورد. کجاست؟ رفت و داشت فکرم. کسی رو گذاشتی تعقیبش کنه؟ آره داداش. حتی از تعداد نفس کشیدناشم باید با خبر بشم. یه لحظه هم چشم ازش بر نداری. چشم داداش، بهش میگم. باید به همه حساب کتابایی که داره خودم رسیدگی کنم. روز بخیر خانم. بفرمایید. میخواستم در مورد یکی از مریضاتون چند تا سوال بپرسم. اسم مریضتون قربان. ایگیتم خیلی از مدرسه عقب افتاده. میدونم آبجی، باید یه سر برم مدرسه درساشو کنترل کنم. خودت هم دفتر و کتاب خریده بودی دبیرستانی تو شروع کنی. نگران نباش آبجی، از همون جایی که مونده بودم دوباره ادامه میدم. آفرین به تو دختر، کشته مرده این عزم و ارادتم نفس من. منو انداختیم بیرون، حداقل یه چایی بدین. های ایران انقدر اذیتم نمیکنه به خدا. خب چی کار کنه آبجی، اونم میخواد واسط ناز کنه دیگه. بره واسه یکی دیگه ناز کنه دیگه، خسته شدم. یکی دیگه؟ البته که نمیتونه واسه یکی دیگه ناز کنه، هرگز. به چه حقی ناز کنه؟ ای بابا، بالاخره اومدن. آسیه، آسیه بیا بیرون، طاهر اومد. خب چی شد؟ زود باش بگو. یلا دیگه شروع کن، اینجا با مزه بازی در بیار. تموم شد داداش. خدایا هزار بار شکرت. خدا رو شکر. گفت دیگه باید تا آخر عمرت با عزیزانت زن و بچت حبس خونگی بشی. آدم قرونه همچین حبسی هم میره. خدا رو شکر تموم شد. صبر کن من به بابام زنگ بزنم، اونم نگرانه. گفت بهم زنگ بزن. باشی. واقعا تموم شد؟ فعلا که آره. تا آخر عمرم باید تحملم کنی دیگه. چی کار کنم؟ تحمل میکنم دیگه. الو بابا، خبر خوش، خبر خوش، طاهر برگشت خونه. آره باشه باشه. بابا، عمو طاهر. به به، گل خوشبوی عمو. خب دیگه بریم، بریم تو، زود بشین. ببین چقدر قشنگه که همدیگر رو بغل میکنن. نه؟